اقیانوس فیروزه‌ای و سواحل شنی سفید. صدها سال پیش برده و هزاران تن ادویه از این جزیره به بقیه دنیا صادر می‌شد. حالا زنگبار هر سال میزبان هزاران جهانگرده که برای استراحت و دیدنی‌های این جزیره به اینجا میان. اما من به زنگبار اومدم تا ردپای ملوانانی را دنبال کنم که حدود هزار سال پیش برای تجارت از ایران به این جزیره رسیدند. مسجد، قصر و شهر ساختند. در این جزیره هزاران نفر خودشون رو نوادگان اون ایرانی‌ها می‌دونن. میگن شیرازی هستن و وسط تابستون نوروز رو جشن می‌گیرن. داستان ما از اینجا شروع میشه. از ساحل اقیانوس هند و جزیره زنگبار در شرق آفریقا. جزیره‌ای که بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها، پرتغالی‌ها، عرب‌ها و ایرانی‌های شیرازی در اینجا لنگر انداختن، حکومت کردن و دیگه برنگشتن. میخوام ببینم از سفر پرماجرای ملوانان ایرانی به این منطقه بعد از گذشت قرن‌ها چه آثاری باقی مونده. ۴۵۰۰ کیلومتر از ایران، از آبهای اقیانوس هند که بگذریم، در شرق آفریقا، در فاصله 50 کیلومتری از دارالسلام پایتخت تانزانیا، به جزیره زنگبار میرسیم. جزیره‌ای که الان بیشتر از 1 میلیون نفر جمعیت داره و تقریباً 2500 کیلومتر مساحت. زنگبار جزو جزایر نیمه خودمختار کشور تانزانیاست و پارلمان و رئیس جمهور خودش رو داره. تصور میشه که زنگبار هم مثل دیگر مناطق ساحل شرقی آفریقا از حدود 2000 سال پیش میزبان اقوام مختلف از ایران و هندوستان تا چین بوده. اما در مورد اینکه شیرازی‌ها چطور به زنگبار اومدن، افسانه‌های زیادی هست. گفته میشه که اونها وقتی که حدود 1000 سال پیش به سواحل شرق آفریقا رسیدن، فقط 14 دریانورد بودن. تصور من این بود که قرار مردمی رو ببینم که از لحاظ ظاهر و مشخصات چهره شبیه ایرانی ها باشن. اینجا بازار میوه شهر سنگی زنگباره. از دوروبر زنگبار میان میوه میفروشن اینجا. مردم های مختلف این جزیرن. ولی من ایرانی بینشون نمیبینم. یه شیرازی قیافات نیستش. شما شیرازی؟ آیا شیرازی؟ نه. کسی اینجا شیرازی است؟ anybody شیرازی؟ نه. کجا پس؟ مکدوچی. مکدوچی. این میوه فروش ما رو فرستاد به ده مکدوچی که میگفت ده شیرازی است. ما هم با چند تا راهنمای محلی و یه ماشین آخرین سیستم زنگباری زدیم رو گاز و رفتیم تو جاده‌های سرسبز. رفتیم به طرف ساحل جنوبی جزیره در جستجوی شیرازی ها. خوشبختانه به موقع هم رفتیم، روز نوروزشون بود. الان امروز جشنشونه، 29 تیر 20 جولای ژوئیه که همون جشن معروفشونه که قبلا بهش گفتن نیروزی. امروز بهش چی میگن؟ راهنمون اسمشو میگن نوروز از ماکاکوگو. این اصلا هیچ اسم نوروز نمیگن بهش. مردم نوروز رو میشناسن ولی بهش میگن موکاکوگو. کوگوا یعنی شستشوی بدن، موکا یعنی سال، معنیش میشه شستشوی سالانه بدن و نظافت. سر راه از پارک جنگلی جوزانی رد شدیم. چقدر هم پارک قشنگی بود. سالانه هزاران نفر جهانگرد به اینجا میان که از طبیعتش لذت ببرن و البته میمونهای خاص این جزیره رو از نزدیک ببینن. میمونهای کیما پونجو که فقط 4 تا انگشت داره رو دستشون و مردم زنگبار اونها رو به خاطر بوی بدشون بدیوم میدونن. وقتی به ده ماکندوچی رسیدیم به نظر میرسه که مردم در تدارک جشن باشن. برام جالب بود ببینم که آیا رسم و رسومشون شبیه سنت‌های نوروزی ماست و اگه نه چطور این جشن رو برگزار میکنن. مغازه‌دارها بساطشون رو پهن کرده بودن و بوی پخت و پز در شهر پیچیده بود. البته باز تا چشم کار میکرد قیافه‌های آفریقایی بود و کسی شباهت مردم شیراز ایران نداشت. میریم یکی از ریش سفیدای روستا رو ببینیم که دارن الان غذا آماده میکنن، خوراک برای جشنشون. هلو. سلام. نایس میتینگ یو. فاین. اسم شما؟ مای نیم از مویتا ماتسما ماکونگو.
من رئیس کمیته جشن موآکاکوگوا هستم. البته. غذاهایی که داشتم میپختم خیلی با سبزی پلو ماهی سر سفره ما فرق داشت. شیر نارگیل داشتن، ادویجات محلی و موجودات دریایی که اصلا شاید به عادت ما و ذائقه ما نخوره. اینم خورشت هشت پا و اکتاپوسه. اونجا اول فکر کردم که دیگه بزرگ قهوه ترک دارم میجوشونم، بعد دیدم نه بابا، این چای سنتیشونه با ادویه مختلف و خیلی هم شیرین بود. به جای دم کردنم حسابی میجوشوندنش. یه ذره از این برنجه با عزتون من مزه کنم چطوری شیرین. اینمو It's very good. اینمو شبیه عدس پلو له شده است، شیرین نیست. It's very good. غذاشون که شباهتی به غذای نوروزی ما نداشت، زبونشون، خونه‌هاشون، طرز زندگیشون هم کاملا با ما فرق می‌کرد. دیگه گفتم بهتر از خودشون بپرسم که اصلا به چه دلیل خودشون رو شیرازی می‌دونن. اونطور که پدران ما بهمون گفتن، اجداد ما از ایران اومدن. منم اینو قبول دارم چون شواهدی که از اجداد ایرانیمون به جا مونده رو دیدم. یک سری نوشته های ایرانی هم از قدیم به جا مونده. اما ما نمیتونیم بخونیمشون و نمیدونیم چی نوشته. حتی پدرهامون هم نمیتونستن بخونن. فقط اجدادمون فارسی بلد بودن. اونا این نوشته ها رو حفظ کردن تا به ما نشون بدن که یک زمانی ایرانی ها به اینجا اومدن و یا اینکه اجداد ما به ایران سفر کردن. کجولیشه کنبا ایران اینجا کلاویه من بویانو اما آنوازه اینجا کلاویه کنو ایرانی کمانا اینجا کجانایو. کت خدا منو برد پشت درختای موز و چیز رو به من نشون داد که به نظر خودشون توسط اجداد ایرانی اونها ساخته شده. این قبرستان خیلی قدیمی شیرازی هاست و میگفت حتی روش فارسی بوده روی این سنگ قبرایی که اینجا میبینی. الان همش از بین رفته، هیچش معلوم نیست. چیزی که معلومه این شکل کنگره ای و این طاقی های کوچیکی که شباهت داره به معماری ایرانی. هایا نمکبوری. اینها قبرهای شیرازی هاست. ما به طور سینه به سینه از اجدادمون شنیدیم که اونها ایرانی بودن و همین ها بودن که قبیله شیرازی رو به زنگ بار آوردن. دور از قبرستان کسانی که شاید نوروز رو به این قسمت از آفریقا آوردن، محل برگزاری مراسمی بود که هیچ شباهتی به سنت‌های نوروزی ما نداشت. دسته‌های مردان جوان از دهکده‌های اطراف وارد محوطه می‌شدند و یواش یواش ارتش و پلیس هم از راه می‌رسیدند. مراسم موآکاکاگوا توریست‌ها و محقق‌ها رو هم به اینجا کشونده بود. بین اونها با پروفسور عمری آشنا شدم، مردم شناس کنیایی که در مورد اقوام مهاجر شرق آفریقا تحقیق می‌کنه و همراه با گروهی از دانشگاهی‌ها از اروپا و کنیا برای دیدن این مراسم به زنگبار اومده بود. ازش پرسیدم شیرازیایی که گفته میشه قرن‌ها پیش به این جزیره اومدن کی بودن؟ شیرازی زوب دزنجبار اسلز. شیرازی های زنگبار دریانوردا و تاجرایی بودند که از شیراز به دنبال محصولات طبیعی شرق آفریقا به اینجا اومدن و با زنگباری ها داد و ستد کردن. اونا با کشتی به اینجا اومدن و با مردم محلی ازدواج کردن. نه فقط در زنگبار، بلکه در سومالی و موزامبیک هم هنوز مردمی هستن که خودشون رو شیرازی میدونن. Who are referring to themselves as Shirazis. در همین حال دیوید وایت هاوس، کاوشگر و باستانشناس بریتانیایی که در مورد ارتباطات ایران و شرق آفریقا تحقیق کرده و در موزه بریتانیا باش آشنا شدم، در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که ایرانی ها عمدتاً به دنبال کالاهای قیمتی به این مناطق می اومدن. I think that many of the settlers فکر می‌کنم بسیاری از کسانی که از ایران به ساحل شرقی آفریقا رفتن بازرگان بودند. احتمالاً در این شهرهای کوچیک ساحلی موندگار می‌شدند. بعضی هم شاید به طور فصلی به اونجا می‌رفتند. این دسته کسانی بودند که با مردم محلی داد و ستد می‌کردند و کالاهایی مانند طلا و عاج رو که اون موقع در خلیج فارس خیلی محبوب بود و خریدار داشت جمع می‌کردند.
بعد منتظر کشتی ها می شدن تا با پول یا با اجناس دیگه کالاهای قیمتی رو بخرن و به ایران و از اونجا به بغداد یا شیراز ببرن. شاید در اون روزهای اول تعداد شیرازی از انگشتان دست بیشتر نبود، ولی حالا در زنگبار هزاران نفر خودشون رو شیرازی می دونن. غیر از ده مکندوچی، جزیره در حاشیه زنگبار هست که روز مرکز شیرازی ها بوده، جزیره که گفته میشه اولین قصر و مسجد و شهر سنگی زنگبار در اون ساخته شده به وسیله شیرازی ها. ما جوازمونو گرفتیم، بلیتمونم گرفتیم که با قایق بریم به اون خط ساحلی که میبینیم اون دور، اون جزیره تومباتو هستش، شمال زنگباره. مردمش معتقدن که نوادگان همون ملوانای شیرازی هستن که از ایران اومدن و اونجا موندن و مسجد ساختن و شهر ساختن. نیم ساعت با قایق موتوری رفتیم به دهکده کاچنگانی در غرب جزیره. خیلی بیتاب بودم چون میگفتن تو 50 سال گذشته هیچ خارجی پاشو به این جزیره نذاشته. شیرازی؟ دهکده کاچنگانی به نظر متروکه می اومد. راهنمای ما گفت که مردمش به خارجی عادت ندارن، واسه همین در رو خودشون بستن. منم هر باری که برمیگشتم نگاه کنم دیدم یه بچه قایم میشه. از کوچه های خاکی ده و کلبه های سنتی گلیش گذشته، دهکده بسیار فقیر و مرموز بود. جزیره که روزی پر رونق و پر رفت آمد بوده، امروز خیلی سوت و کور بود. رفتم بالای تپه که ماهیگیرهایی که وضعشون نسبتا خوبه اونجا زندگی میکنن. خونه یکی از خانواده های شیرازیه. سلام علیکم با شما. هودی خریبو بهزاد مکامه اسمش مکامه. هلو های یور چیلدرن؟ یا مای چیلدرن. بچه هاشن؟ یس دت وان حاجی. حاجی مکامه. حاجی یس دوروبر خونه مکامه رو نگاه کردم. یک لامپ داشت، یک اتاق برای 4 تا پسرش، یک آشپزخونه بدون یخچال، بدون گاز. هیچ شباهتی به خونه یک شیرازی که من انتظار داشتم نداشت. تو مهمونخونهش نشستیم رو زمین و درباره اجدادش حرف زدیم. شما میدین شیرازی هایی که اومدن اینجا در این جزیره اصلا کیا بودن؟ از کجا اومده بودن؟ تاریخ نامکتوب ما میگه که شیرازی ها از ایران به این جزیره اومدن. اکثر کسایی که اینجا زندگی میکنن شیرازی هستن. به طور سینه به سینه به ما گفته شده وقتی شیرازی ها به اینجا اومدن، از این جزیره خوششون اومد و اینجا ساکن شده. اونا از زندگی در کنار محلی های اینجا لذت میبردن. این شیرازی ها نه سرباز بودن نه تاجر، بلکه یه عده جانگرد بودن که به قصد کشف سرزمین های ناشناخته راهی سفر شده بودن. وقتی به اینجا رسیدن تصمیم گرفتن که همینجا بمونن. بنا به روایات محلی، ایرانی ها از حدود قرن دهم میلادی به اینجا رسیدند. داستان های مختلفی در موردشون وجود داره، اما باور غالب اینه که یکی از ایرانی ها سلطان حسن بن علی بوده، شاهزاده شیرازی. او با 6 پسرش در شرق آفریقا مستقر میشه و حکومتی به نام زنگ رو تشکیل میده. در دوران حکومت خودش و جانشینانش، جوامعی در امتداد سواحل شرق آفریقا که جوامع تجاری بودند شکل میگیره. تصور میشه که جزیره تومباتو در اون زمان یکی از مراکز مهم به شمار میرفته. این قدیمی ترین مسجدی که شیرازی ها ساختن اینجا. حتی مردم محل اینو میگن. خیلی دیواره عجیبی داره، زبر بینایت و به روش محلی ساختن. این نیا کنید دقت کنید میبینید که پر از مرجانه و جرز این دیوار هم نوعی از سیمان محلیه که اینجا میسازن که مخلوط ماسه و سنگ آهک خورد شده است و آب. و حتی سنگ آهکی هم این لاه هستش. خیلی جالب. اینجا به احتمال شمع میذاشتن حتی تو این تاخچه‌ای که هست.
و این نیم دایره بقایای یک مناره است. اولی میگن چه مناره بوده. خروش را برفت. این هم یک تاقی در مدل قدیمی ایران، ولی از جنس مرجان زنگباری. این مخزن آبی که میبینی تو تمام مسجد زنگبار من دیدم، بعد ورودش هست برای وضو آب بوده توش. و محراب مسجد. این خرابه بازمانده مسجد و قصر و چهلخانه ای که اولین شهر زنگبار بوده، اولین شهر شیرازی ها. بعد از مدت کوتاهی ما مجبور شدیم که جزیره رو ترک کنیم، چرا که بین اهالی جزیره پیچیده بود که چند تا خارجی اومدن اونجا. اما چیزی که از تومباتو یادم مونده اینه که علارغم فقر شدیدش و وضعیت زندگی الان شیرازی ها به شیرازی بودنشون بی‌نهایت افتخار میکنن. جزیره تومباتو رو باشیم پشت سرم و تمام بچه‌ای که دنبالمون کردن والا برمیگردن به زنگبار، داستان شیرازی ها رو ادامه بدیم در جزیره اصلی. دکتر عبدالشریف که قبلا مدیر موزه زنگبار بوده و مقالاتی درباره شیرازی ها نوشته رفتم. پدر بزرگ عبدالشریف یک روحانی شیعه بوده که از گجرات هند به زنگبار اومده. ثروت خانوادگی آقای شریف بعد از انقلاب 64 میلادی زنگبار مصادره شده و خودش الان در گوشه گورستان خانوادگی در مرکز شهر سنگ زنگبار زندگی میکنه. از ایشون پرسیدم که آیا سند موثقی هست که تایید کنه حاکمان ایرانی یا شیرازی در این جزیره حکومت میکردن؟ There's a ruin in Pemba called Mtambwe which was excavated a few years ago. سند موثق ما از کاوش‌های باستانشناسی اینجاست، در بقایای یک قصر قدیمی در جزیره پمبا که در نزدیکی زنگباره. And the name is written there on the coin. Not only that, Hassan bin Ali, of course, Hassan bin Ali. سکه هایی از حسن بن علی پیدا شده. البته شاید بهش شک کنیم چون اسم عربیه و ممکنه سلطان عربی بوده باشه. ولی سکه هایی هم با اسم بهرام پیدا شده. خب بهرام نمیتونه عرب باشه. One of them is Bahram. Now Bahram is so typically Persian that it cannot be Arab. آقای عبدالشریف میگه حتی در طول قرنها سلطه اعراب و اروپایی در این منطقه اسم شیرازی و حس تعلق به هویت شیرازی بین مردم به شدت حفظ شد. After two or three generations, the dead dynasty was probably overthrown by another. بعد از دو سه نسل یه سلسله دیگه که از یمن اومده بود سلسله شیرازی رو از قدرت برکنار کرد. اونا عرب های سنی بودن، ولی اسم و آوازه شیرازی ها اونقدر بزرگ بود که سلسله بعدی هم تصمیم گرفت که همون اسم شیرازی رو روی خودش بذاره و تا قرن 15 میلادی که پرتغالی ها روی کار اومدن به همه حاکمان شیرازی میگفتن. شاید به خاطر همین آوازه شیرازی ها کلمه شیرازی کم کم معنی پادشاه پیدا کرد. هر حاکمی شیرازی بود. در اواخر قرن 15 میلادی زنگبار تحت حکومت سلاطین عمانی در اومد. در این دوره بود که کشت و تجارت ادویه خیلی رونق گرفت. تاجران و دریانوردان برای کالاهای خاص به زنگبار می آمدند. تاجران ادویه عمدتاً هندی، ایرانی و به خصوص عرب بودند. تمام این درخت‌ها، بته‌ها و گیاه‌هایی که اینجا می‌بینیم ادویه‌اند. این خرابه‌ای که می‌بینید بازمانده یکی از خانه‌های سلطان مجیده، یکی از شاهزاده‌های عرب در قرن 19 میلادی که مزرعه ادویه داشته و نواده‌هاش تا امروز ازش نگهداری می‌کنند. این زمین‌ها 130 نوع ادویه کش میشه. بیشترشون به آفتاب احتیاج دارن، ولی بعضی‌هاشون مثل وانیل
که مزه خیلی از بستنی ها هستش زیر سایه عمل میاد. کم توشون نشون میدم ببینم چه شکلیه. مثل دونای ریز داره. مزه بستنی درجه یک میده. و این میوه به اسم کرامبولا که ساقه در میاد برای زنگبار این حکم لیمو رو داره، باش ترشی درست میکنن. کم ده نایف اینجی میبرن، خیلی هم ترده. وقتی میخورین گوجه سبز. و اینها تنه درخت های دارچینه که پوست این تنه درخت رو میکنن خوش میکنن، میشه دارچین که ما تو مواد غذایی استفاده میکنیم. و برگش رو اینجا میان که اگه بشکنی بو کنی بوش هنوز همون شبیه دارچینه. و ریشه هاش هم میگن خوردنیه و قابل استفاده است. داره تنه درخت دارچین رو داره آماده میکنه برای کندن. بدبخت درخت. اصلا این دارچین تازه تازه است. به شیرین. بره گل. خیلی خوشمزه است. دارچین تازه تازه. و این گلایی که میبینیم و این قنچه هایی که از معروفترین فراورده های جزیره زنگبار بوده. اصلا حدود 100 سال پیش این جزیره به اسم ادویه میخکش معروف بوده و همه دنیا صادر میکرده. و این نوکه قبل از این قنچهش باز بشه این قنچه رو میکنن خوش میکنن و توی دندون پزشکی خیلی های مزهش رو چشیدن. چشیدن اون همه ادویه خوشمزه حسابی گشنم کرد. رفتم کنار اسکله شهر سنگی زنگبار که هر شب اونجا بازار غذایی برپاست. بدون شک ماها طول میکشیده تا کشتی ها بتونن از خلیج فارس خودشون رو به آفریقا و بعد به زنگبار برسونن. به اینجا میگن فروزانی گاردن یا باغ فروزانی، جایی که مواد غذاییشون همه بیشتر چیزایی که از دریا و اقیانوس سید کردن میارن اینجا. یه جور بازار غذاییه که صدها سال پیش هم بوده. شب وقتی شیرازی ها اومدن اینجا با یه همچین بازاری برخورد کردن و نمکگیر این خاک شدن، خاک زنگبار. اینجا انواع مختلف کبابای زنگباریه که ماهیگیرا از دریا میگیرن. یگات خرچنگ دیگه، نه این خرچنگ سکوی. انواع مختلف خرچنگ و میگوا همه مال همین دریاست دیگه، مال اقیانوسه. نه ایتس فرام دی اندین اوشن. یس فرام دی اوشن. و اختاپوس خیلی دوست دارم بخورم. این پای اختاپوسه که اینجا میبینی انواع مختلف. و همینطور جوهر ماهی اسکوید. و اینا جالبه این ریزه. What are they? Mussels. This is mussels and here is scallop. For another name we call selfish. صدف. توی صدف. Yes. صدف های ریز. خیلی جالبه. انواع مختلف غذاهای دور و دنیا آدم اینجا میبینه. حتی سموسه هندی ها. This is samosa vegetable. Yes. اونم باز غذای هندیه. Falafel beans vegetable. آره فلافل که اصلا مال عرباس اینجا میفروشن. چی دارین درست میکنی؟ What are you making? Zanzibar pizza. اه پیتزای زنگباری. خیلی جالبه. این نونشون شبیه نه خمیر شیرینیه ولی پنیر عجیب غریب بهش میزنن. این پنیر نرماست. پنیر سفیده که اصلا تو پیتزاش استفاده نمیشه. گوشت چرخ کرده، پیاز خرد شده و گوجه فرنگی و مایونز و تخم مرغ و سرخش میکنن. گفتن 4000 کالری داره. بعد تا دو روز دوید بود. این روشیه که هر خاص سال پنیر استفاده میکنن. همینجوری با همین چرخ دستا. شاید یکی از نوشیدنی هایی بوده که شیرازی هم اینجا برای اولین بار خوردن و کیف کردن. احسنتی احسنتی سر اصاره موا یا نیشکر آب حیات یا خدا رحم کنه. شیرینش خوره مزه شیر داره توش و با زنجبیل خور تندش کرده و این لیموی امانی حسابی کیف داره. خدا رحم کنه.
به نظر می اومد که در طول سالها اقوام مختلف غذای خودشون رو هم به زنگبار آوردن که با فرآورده های محلی ترکیب شده و در همین راستا هم کلمات خارجی وارد زبان محلی زنگباری ها شده بوده. مثلا در زبان سواحیلی یا سواحیلی تعداد زیادی لغات فارسی و عربی هست که به اعتقاد بعضی از زبانشناس ها خود اسم زنگبار از اون دسته اسم هاست که از دو کلمه زنگ به معنای سیاه و بار به معنی ساحل که در ترکیب میشه ساحل سیاهان ساخته شده. از پروفسور شریف پرسیدم کلمات فارسی چطور وارد زبان سواحیلی شد. فکر میکنم وقتی که اومدن چون بازرگان و دریانورد بودن اصطلاحات رادیویی و دریانوردی رو با خودشون آوردن. همینطور همراه کالاها و رنگها و اجناس جدیدی که آوردن اسمهاش هم وارد زبون سواحیلی شد چون نیازهای جدیدی در بین این مردم بود و معادل کلمه محلیشون نداشتن. مثلا به ماشین‌های خیاطی چرخانی میگن که از چرخ میاد. ناخدا. و بعضی کلمات دریانوردی مثل ناخدا. A lot of these terms because they were connected specifically with trade goods and with this kind of activities. روز بعد سری به یک رستوران محلی زدم که ببینم آیا ردی از غذاهای ایرانی روی سفره‌شون هست یا نه. فانتاستیک فود. عجب غذاهاییه. از هر کشور ترانه‌ای. From every part of the world almost. Yes? Yeah, we do have Chinese. بله این غذا چینیه. اینم هندیه. Got this one. This is from Zanzibar. این یکی مال زنگباره. خورش هشت پا. The octopus. Octopus, yeah. اینم چینیه. Yeah. What is that one? اینم یه خورشت هندیه کاری. پاپایا ها. And for vegetarian. What is این چیه؟ این خمیر ذرته که بهش میگیم اوگالی. تو آفریقا مثل برنج و نونه. اینم آب میوه پشن فروته. مثل یه جور از گل گرمسیریه. آره مال همین درخت پیچک کنار رستورانه. این چه نونیه؟ این نون ایرانیه. اینجا خیلی متداوله. بهش چی میگی؟ عجمی. به این میگن نان ایرانی یا عجمی. خودشون میگن مال ایرانه. ببینید تازه. یه خورده مزه کنم. Yeah, sure. خیلی شبیه مزه نون تافتون هست. انگار خود نون تافتونه. واسه این شکلش شکل دیگه است. مزه نون تافتون میده. Really? چی جاله؟ تأثیر ایرانی ها رو هم کم کم و ذره ذره اینجا اونجا می دیدم. اما برگردیم به مراسم نوروز که هنوز هیچ شباهتی به سنت های ما نداشت اما در نوع خودش خوب و خیلی جالب بود که جشن یواش‌یواش داره داغ‌تر و داغ‌تر میشه. یه قسمت خیلی مهم جشن آتیش زدن یک آلاچیق یا یک علمیه که از چوب و درخت نارگیل درست میکنن و کسی که اونو آتیش میزنه میگن نیروهای جادویی داره و درست پشت سر من لای درخت‌ها قایم شدن و منتظر موقعیت درستی که بپرن و این آلاچیق رو درست کنن. در این گوشه هم دار و دسته های جوانان اما یه نقش دیگه دارن. با ساقه های نرم برگ موز با هم زد و خورد شدیدی میکنن. اونجوری که اینجا دارن دعوا میکنن میشه دید مقاومت خیلی مهمه. ضربه میخورن ذره به صورتشون درد نشون نمیدن و در آخرین لحظه حمله میکنن. این مردونگیشون نشون میده اینا. از پروفسور عمری پرسیدم معنی نبرد دوستانه چی میتونه باشه؟ نشانهایی که در اون منطقه دیدم بیشتر تصاویر جنگی، یعنی جنگ برای پایان نارضایتی ها و ناراحتی ها. اونا میخوان سال جدید رو با آرامش شروع کنند. بنابراین دیگه جنگی در کار نخواهد بود. این ساقه برگ موز هستش. تو خالیه بعد نیست. تو پانش. Why do you punish each other؟ چرا همدیگر رو میزنن؟
جزو جشن مون. Our celebration. Celebration. Yes. عجب زد و خوردی بودا، خیلی مسئله جدی گرفته بودم، منم خوب کتک خوردم. ولی مراسم پرعجب جای خودش. یه سوال توی ذهن من بوده که بالاخره میخوام بدونم ربط مراسم موکاکاگوا به نوروز ما چی میتونه باشه. موکاکاگوا is the idea that originally موکاکاگوا یه سنت آفریقاییه که به کاشت و برداشت محصول مربوطه. وقتی ایرانی‌ها سنت نوروز رو با خودشون آوردن، محلی‌ها اونو گرفتن و ازش استفاده کردن برای گاه شماری سال و اینکه بتونن پیش بینی کنن که هر چیزی چه وقتی از سال اتفاق می‌افته. It's like it gave Africans some form of calculation and then they will be able to calculate until the time knowing when it is the right. اینجوری میتونستن تعیین کنن که بهترین زمان برای کاشت کیه و ماهیگیرا و بازرگانان تخمین میزدن که بادهای شدید چه وقتی میوزه و میفهمیدن که کی برای به دریا زدن خطرناکه. New wind, southwest monsoon, which normally is a very strong wind, they can stop. عبدالشریف معتقده که بعد از گذشت قرن‌ها طبیعیه که مراسم نوروز کاملا تغییر کرده باشه. Even in Iran and the Persian speaking area where they celebrate. در خود ایران هم که نوروز مال اونجاست، این جشن تغییر کرده. چه برسه به زنگبار که این جشن اینجا هزار ساله که از اصلش دور مونده، برابر این خیلی چیزا عوض شده. و یک مسئله سوال برانگیز برای من این بود که حالا چرا مراسم افتاده وسط تابستون؟ برای کشاورزا و دریانوردا تقویم خورشیدی و فصل‌های سال خیلی مهمه. تقویم قمری به دردشون نمیخوره چون متغیره و باید تصحیح بشه. And then you have to make a correction. And Omar Khayyam for example made the correction earlier on. حکیم عمر خیام این کارو انجام داده، ولی اینجا این تصحیح اعمال نشده. برابر این مردم هر 100 سال 30 روز کم می آوردن. یعنی هر 4 سال یه روز کم میشد. 30 days. در طول قرن‌ها اقوام متعددی از جمله اعراب، پرتغالی‌ها و بریتانیایی‌ها به زنگبار اومدن و اونجا حکومت کردند. ادویه تنها جذابیت این جزیره نبود، بلکه تجارت پر رونق دیگه‌ای هم در جریان بود. خرید و فروش برده. اینجا بازار برده فروش‌های زنگبار بوده. 150 سال پیش تعطیل شد، خراب شد. این کلیسا رو ساختن، یاد بودی برای برده‌ها و بیمارستانی برای مبتلای مالاریا و خوابگاه. این یادبودیه که تازگی ها ساختن به یاد 4.5 میلیون برده ای که در این بازار به مدت 300 سال فروخته شدن. آفریقایی که از روستاها و دهکده‌هاشون در غرب و شرق آفریقا دزدیده میشدن، با قل و زنجیر میآوردن در زنگبار در این بازار و تاجر رو میخریدن و میبردنشون به کشورهای آسیایی مثل هند، مصر، عربستان و ایران. بعد از تعطیلی بازار این بیمارستان درمان مبتلایان به مالاریا رو ساختن که الان شده خوابگاه. بر روی خوابگاه یا بهتر بگم سیاه‌چال‌هایی که برده‌ها رو در اون نگهداری می‌کردن. هم نشونتون بدم. زیرزمینیه که برده‌ها می‌خوابیدن و نگهشون می‌داشتن با این زنجیرها. و این اتاق بزرگتر با این زنجیرهایی که به سقفه که دست و پاشون می‌بستن جای زن ها و بچه ها بوده. 25 تا زن و 15 تا بچه اینجا میخوابیدن. و
برده فروشی و برده داری در زنگبار در سال 1873 میلادی تحت فشار بریتانیایی ها به طور رسمی متوقف شد. کسی که نقش بزرگی در این جریان ایفا کرد دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی و کاشف معروف بریتانیایی بود. در کلیسای جامعه عیسی مسیح یادگارهای زیادی از او هست، از جمله پنجره‌ای که به یاد بود او نصب شده. این دایره مرمری که اینجا می‌بینین نقطه بوده که برده‌ها رو وای می‌سوندن و با دم سفره‌مایی که هم تیز هم زبر و سخته شلاقش رو می‌زدن. هر چی برده مقاومت بیشتری داشت قیمتش بالاتر می‌رفت. وقتی که برده‌داری در این زنگبار ممنوع شد و بازار رو بستن، برده‌ها نمی‌سن چطوری برگردن به دهکده و روستای خودشون، برای اینجا موندن و این کلیسا رو ساختن. برده‌ها کمترین حقوق انسانی رو داشتن. حتی در یک گوشه از زنگبار میشد دید که به چه کارهای پستی وادار میشدن. در یک حمام که متعلق به یک شاهزاده ایرانی در قرن 19 میلادی بود، برده‌ها نقش فاضلاب رو بازی میکردن. 5 تا توالت عمومی ساختن اون زمان، 170 سال، 150 سال پیش، که افراد محلی نرن کنار درخت و کارشون انجام بدن، اینجا این کار رو بکنن، که شهرزاد که میاد، شاهزاده ایرانی، اینجا خیلی تمیز باشه، بوی خوب بیاد اطراف. میگه آخر روز برده‌هایی بودن که می اومدن و تشتایی که اینجا پر شده بوده رو با خودشون می‌بردن جای دیگه چال می‌کردن. این نوشته خیلی جالبه، زبان سواحلی و انگلیسیه، که اطلاعات در مورد گرمانبر است که سعید ابن سلطان این گرمانبر رو برای شاهزاده ایرانی شهرزاد، دختر بزرگ محمد شاه ایران، زمان قاجار ساخته. ولی جالبه که تو انگلیسی میشه آیریش محمد شاه، این محمد شاه ایرلندی بوده. قسمتی بوده که آبو گرم میکردن و حموم میکردن. این چاهی که میبینی در اصل برای گرم کردن آب و بخار بوده که تهش اینجور که میگن هنوز مسیه. صداشو بشنویم، کار نباید کرده، هنوز کاسش اونجا باقیه، 200 سال اون زیر هستش. یعنی بقیه همومه که شبیه گرمابای ایران خودمون رو باید خوره تغییر. اونم کجا؟ زنگبار. ولی بیرون همون یه عجایب دیدنی دیگه هستش. و میگه هفت شگفتی در این گرمابه هستش. یکیش کلام خداست، نصر من الله و فتح قریب که شعار قاجارها بوده، خیلی جامعه داشتنش. و یکی دیگه هم که این سقفشه که این حرکت سوراخ سوراخه نور رو قشنگ پخش میکنه در این محیط. و بقیه شگفتی هم سیم تو یکی اتاقه. شگفتی های دیگه اینجاست خوشبختانه. فکر کنم حدس میزنم که اینه. ایشون میگه که این گل نیلوفر آبی هستش که در مصر باستان سمبل باروریه. یکی از شگفتی هاست. یه شگفتی دیگه هم پرنده ها هستن که طاووسشو بیرون دیدیم. و دوتا دیگه هم اینجا که توی نقشه قاجار خیلی استفاده می شده. و شیفتی دیگه هم شعر فارسی که اون بالا نوشته ازش ترک خورده. خوش از باده کز لب بقیش نمی چیه، باید بریم پیدا کنیم که این رو این مقدار ترمیم کردن. محمد باید هم کنید رست رو ده بقیه یه عجایب شگفته بود که بعد از انقلاب به کل از بین رفته. ممنون از این چی بوده؟
عبدالشریف معمای اون بیت شعر رو که دیده بودم حل کرد. پدر بزرگش این شعر رو برای سلطان عرب وقت زنگبار ترجمه کرده بود. خوش است بعد گل رنگ با کباب شکاری ز دست ساقی گل گل رخ در کنار بهاری. آخرین کلمه از کلمه عربی بحر به معنی دریا میاد، ولی اینجا آب ترجمه شده. چه جالب؟ این قبر پدر بزرگتونه؟ بله درسته، همینجا دفن شده. پدر بزرگ آقای شریف برای یکی از آخرین سلاطین زنگبار کار میکرد. زنگبار تا سال 1963 که به استقلال دست یافت تحت حکومت سلاطین عرب عمانی و تحت حمایه دولت بریتانیا بود. بریتانیا سیاستی در پیش گرفته بود که در نتیجه اون هویت شیرازی تا اواسط قرن بیستم پایدار موند. In the 20th century particularly, the British were in establishing their rule here. در قرن بیستم بریتانیایی ها بیشتر سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن در پیش گرفته بودند و میخواستن مردم رو به جوامع مختلف دسته بندی کنند. مردم هم تشویق شدند که گروه و تشکل ایجاد کنند. در اواخر دهه 1930 میلادی اجتماع شیرازی ها در زنگبار شکل گرفت که هدف اولیش دفاع از حقوق مردم بومی زنگبار مثل کشاورزا و دهقانا بود. بنابراین اونا هویت قدیمی خودشون رو انتخاب کردن که حالا خیلی مهم شده بود و همشون رو متحد میکرد. قبلا تک تک خودشون رو شیرازی میدونستن، اما حالا یه هویت گروهی پیدا کرده بودن. احزاب سیاسی جدید با تقسیم بندی قومی و نژادی شکل میگرفتن. در سال 1964 تنها یک سال بعد از استقلال انقلاب شد و بومی های آفریقایی زنگبار دولت حاکم رو که اکثریتشون عرب بودن سرنگون کردن. حزب آفرو شیرازی که ائتلافی از جوامع شیرازی و آفریقایی بود به قدرت رسید و عرب ها آسیایی ها هدف حملات خشونت آمیز قرار گرفتن. طبق بعضی گزارش ها هزاران نفر کشته شدن و خیلی ها از زنگبار فرار کردن. بعد از مدت کوتاهی زنگبار با تانگانیکا متحد شد و کشور تانزانیا شکل گرفت. حتی بعد از انقلاب اونا حاضر نشدن از هویت شیرازیشون دست بکشن. بعضی وقتا حتی قانون مجبورشون میکرد که اسنادی رو امضا کنن و شیرازی بودن خودشون رو انکار کنن. اما کلمه شیرازی روی حزبشون موند تا سال 1977 که منحل شد. شیرازی های امروزی با شیرازی هایی که قرن ها پیش به اینجا اومدن تفاوت داشتن. میخواستم ببینم اونها چه مردمی بودن. یکی از قدیمی ترین سواحلی که ملوانان ایرانی در اون لنگر انداختن ساحل کیزیمکازی هستش. گفته میشه حدود 900 سال پیش در این ساحل که جنوب غربی زنگبار هستش کشتی آمد. ملوانانش ایرانی بودن. وقتی به این ساحل شن سفید رسیدن و این درخت و این هوا و منظر دیدن فکرم شاید بهشته. لنگر انداختن و اومدن در این دهکده که الان اسمش کیزیمکازیه و بنای درست کردن که هنوز پا بر جاست. اهالی اینجا میگن که این قبرها بازمونده شیرازیایی که برای اولین بار به کیزیمکازی اومدن. یکی از سندهاشون هم اینه، این بشقاب های چینی که مال 800 تا 900 سال پیش توی این قبرها نصب شده بوده. دیوید وایت هاوس معتقده که این ظروف چینی رفت و آمد بازرگانان ایرانی رو به اینجا به نوعی تایید میکنه. This is physical evidence. این یه مدرک موثقه که ثابت میکنه بین ساحل شرقی آفریقا و جنوب چین روابط تجاری وجود داشته و اینکه بازرگانان ایران و نقاط دیگه کالاهای قیمتی مثل ظروف چینی رو از طریق اقیانوس هند به نقاط دوردستی مثل زنگبار می بردن. ساختمان مسجد کیزیمکازی حدود 300 سال پیش بازسازی شده بوده و بعد دوباره در دهه های گذشته تعمیرش کردن. کلیددار مسجد که خودش رو از نوادگان شیرازی ها می دونه راهنمای من شد. چون آقای یوسف یکی از نوادگان شیرازی هاست. شما از کجا می دونید که این مسجد رو شیرازی ها ساختن؟ می دونم شیرازی هست چون این هنر شیرازی هست.
روی دیوار هم خط کوفی هست. On the wall here we have a Kufic handwriting. این هم یه سند دیگه از اینکه شیرازی ها به اینجا اومدن چون اونا کوفی می نوشتن. خط کوفی که من در این مسجد کیزیمکازی دیدم بد جوری در سالهای اخیر با گچ و رنگ ترمیم شده بود و به اون عکس قدیمی که ازش باقی مونده بود زیاد دیگه شباهتی نداشت. Kufic script of course originally came from Kufa but it was used everywhere all over the خط کوفی از کوفه اومده ولی در همه جهان اسلام به کار میرفته و مردم میگن که اون سبک کوفی که در کیزیمکازی هست شبیه به سبکی که در سیراف پیدا شده. سیراف در محدوده بندر طاهری امروز در حاشیه خلیج فارس قرار داشته. در دوره ساسانیان قلعه نظامی بوده و بعد از اسلام تبدیل به یک بندر پر رونق تجاری شده. For about 250 years between let us say به مدت 250 سال یعنی از سال 800 تا 1050 میلادی سیراف در تجارت بین المللی مهمترین نقش ها رو بازی میکرد چون شرق آفریقا رو به خلیج فارس و هند و چین مرتبط میکرد. The Persian Gulf, India and China. Siraf was سیراف در اون زمان خیلی مهم بود. سیرافی ها ناخداهای کشتی های تجاری بودند و کالاهای عجیب و قیمتی رو از اون طرف دریا می آوردن و تا خلیج فارس و بغداد که در اون زمان یکی از بزرگترین شهرهای جهان بود می بردن. Channeled them up the Persian Gulf to Baghdad, which at the time was the greatest city in the world. تنها کسی که در سیراف حفاری های باستان شناسی کرده دیوید وایت هاوس بوده. در دهه 40 و 50 شمسی به مدت 7 سال از سیراف خاکبرداری و نقشه برداری کرده و کشفیات کامل خودش رو در سال 2009 در کتابی به اسم سیراف چاپ کرده. یافته‌های او در سیراف ارتباط ایران و زنگبار رو به خوبی نشون میده. در یک مورد ارتباط بسیار نزدیک و باور نکردنی با زنگبار داشت و اون اینه که یک کتیبه خیلی مهم در مسجد کیزیمکازی زنگبار سبکش با کتیبه هایی که در سیراف کشف شده کاملا یکسانه. این شباهت به حدیه که من شخصا معتقدم یک سنگتراش ماهر از سیراف به زنگبار رفته و اونجا ازش خواسته شده که این کتیبه مهم رو در مسجدی که اون موقع اهمیت خیلی زیادی داشته حکاکی کنه. در واقع اماکنی مثل مسجد کیزیمکازی به ما نشون میده که جوامع مسلمونی که اصالتاً ایرانی بودن در سواحل آفریقای شرقی به طور دائم سکونت داشتند. و برای بار آخر برگردیم به دهکده ماکوندوچی در زنگبار جایی که مراسم نوروزی در اون داره به پایان میرسه با ساختن آلونکی به اسم کیبنده که قراره مردی داخلش بشینه و اتفاقاتی بیفته و تمام مردم دهکده دورش حلقه بزنن و زنها به دورش بچرخن و آواز بخونن. این آلونک رو دارم میسازم و واقعا هم یه مرد چیک جسته اون وسط نشسته تیشرت سفید و دارن این آلونک دورش دارن همینطور میبافن و میسازن و بزرگتر و بزرگتر میشه. اون لا معلومه چی تا از این لا میخواد فرار کنه خدا میدونه. مراسم مواکاکوگوا داره به آخر میرسه ولی کم کم باورم میشه که اجداد ما واقعا نوروز رو هزار سال پیش به اینجا آوردن. با اینکه مراسمشون خیلی تغییر کرده شاید بعضی چیزاش مثل روشن کردن آتیش ریشه در همون مراسم مزه اسنا یا این زرتشتی داره و حتی نوروز. گفته میشه مردی که داخل کیبنده است بعد از آتش زدنش با اون مردی که از داخلش فرار میکنه دو آدم مختلفن.
مراسم مواکا کوگوا که یک زمانی شاید یادگار مخلوط مراسم نوروز خودمون و مراسم آفریقایی بوده با این تل خاکستر به آخر رسید. خیلی عجیب غریب بود، یک کسی که این تو بود بعدش فرار کرد و رفت و واقعیت در ما نستیم ببینیم چون انقدر جمعیت زیاد بود نتونستیم ببینیمش. برای خود روستایی اینجا ادعا میکنن کسی که اون تو رفته و کسی ازش بیرون اومده دو آدم مختلفن و این جادوی این مراسمه و از حرکت زنها به دورش که میخوندن و این شکلی که این داشت خیلی شباهت داشت به زایده شدن و به دنیا آمدن یه انسان، یه موجودی اون تو هست، آتش میاد از اون تو میاد بیرون، این زاده شدن. و حالا مردم میرن طرف دریا که آخرین قسمت مراسم رو انجام بدن و این نوروز به پایان برسه. من برای دیدن بازماندگان شیرازی های ایران به زنگبار اومدم، ولی اونچه که پیدا کردم نشانه های صدها سال تاریخ و تمدن نانوشته بود که با افسانه آمیخته شده بود. و در این سفر آفریقا این سوال در ذهن من شکل گرفت که روحیه ماجراجویانه اجداد ما اونها رو به کدام نقطه دور افتاده بجز اینجا ممکنه برده باشه که ما ازش بی خبریم.